درود بر مهربان یاران گرامی، آرزو دارم هر کجا هستید شاد و خوش و پیروز باشید. این تظاهرات سوئد بر علیه حضور وزیر خارجه نظام جانی جمهوری اسلامی یه سرفصل خوبی شد، یک گشایش خوبی شد برای وحدت و اتحاد نیروهای مبارز و ضد نظام جمهوری اسلامی که 40 سال داریم مبارزه. اگر دوستان به این مسئله توجه بکنن پیروزی نزدیک. برای نخستین بار نه، تا کنون چندین بار شاهزاده رضا پهلوی دست دوستی خودش رو به دیگر جریان ها دراز کرده و دستش هم گرفته اینها رو کمک کرده، ولی از اون سو کمتر پاسخ داده شده به این مهربانی ها. رضا پهلوی در رابطه با تظاهرات اعتراض به حضور ظریف در سوئد، وقتی که همیهنان نازنین ما مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، رسما بیانیه داد و عکس های خود اونها رو در صفحه رسانه های مجازی خودش منتشر کرد و محکوم کرد کار پلیس سوئد رو. برنامه گذار اصلی سازمان مجاهدین خلق بودن، اما نیروهای چپ دیگه مثل حزب کمونیست کارگری و گروه های دیگه نیز حضور داشتن، ولی اکثریت اینها مجاهدین خلق بودن. بچه هایی که بر زمین زدن، کتک زدن، هم از کمونیستا بودن و هم از مجاهدین خلق. شاهزاده رضا پهلوی اینجا نگاه نکرد به اتیکت سیاسی اینها. اکثریت اینها مجاهدین خلق بودن. بچه هایی که بر زمین زدن، کتک زدن، هم از کمونیستا بودن و هم از مجاهدین خلق. شاهزاده رضا پهلوی اینجا نگاه نکرد به اتیکت سیاسی اینها که از چه اندیشه و تفکر و گروهی هستند، چون بهشون ستم شده بود توسط پلیس، مورد ضرب و شتم و خشونت قرار گرفته بودن، ازشون پشتیبانی کرد. من بارها گفتم شما به این سند نگاه کنیم، روز از پیش از این که اصلا کلینتون اینا رئیسشون بشه، پیش از این 30 سال 35 سال در همین نیمروز ما بارها مطلب نوشتیم، در برنامه رادیو تلویزیونی گفتیم که این مقامات غرب از قدیم تا به امروز، از پیش از این که اصلا کلینتون اینا رئیس جمهور شده، شما قبلی حتی در فرانسه آقای فرانسوا میتران که پشتیبانی بزرگی از مقاومت ایران کرد، با میتران خیلی از ایران و جنبش ما مقاومت ایران پشتیبانی کرد، اما همیشه میگفت، حتی یک بار دوبار رسما به خود من گفت، آقای ژاکلان گلان وزیر فرهنگ شاهده، رئیس انستیتوت دومون عرب شده، گفت شماها باید متحد بشید، تا میای اون میگه من با سلطنت مخالفم، تا میای اون میگه من با اون مخالفم، نباید، شما نیروهاتون باید متحد بشه. این رو میتران اون سالها به من گفت، گفت قوی ترین نیرو الان سلطنت، اونها هوادار پادشاهی هستن و مجاهدین خلق، این دوتا که قوی هستن باید متحد بشن. الان به مراتب هواداران نظام، هوادار شاهزاده رضا پهلوی، چون خودش هم نمیگه من سلطنت طلب هستم، هواداران شاهزاده رضا پهلوی بی نهایت زیاد شده در داخل ایران، مردم شعار دارن میدن رضا شاه روحت شاد، یعنی اکثریت جو ایران داخل و خارج رضا شاه روحت شاد هست، اکثریت. بدین رو من پیشنهاد میکنم به سازمان مجاهدین خلق، دستی که رضا پهلوی به سوی شما دراز کرد و مهربانی کرد، این دست رو بفشارید و در راه وحدت و همبستگی نبرد و مبارزه گام برده، چون من خبرم دارم اونهایی که تأمین میکنن به جای اپوزیسیون ایران ها، تا چند وقت دیگه یکی از شروطشون همین اتحاد خواهد. بدین روی این اتحاد رو شما پیش از اون به دست بیارید، این نشیخ و نشاه رو کنار بگذارید، یک سری شعارش سازمان مجاهدین خلق بایستی کنار بگذاره، باعث اون مصوبه خردگرایی رو که آقای مسعود رجبی حضور داشت به پیشنهاد سیاوش اویستا به تصویب رسید، یک لایحه‌ای هست بهش عمل نمی کنید، جدای دین از سیاست، شورای ملی مقاومت اون رو تصویب کرد، در یکی از همون شماره‌های نشریه مجاهد هم که مقالات من از نشریه مجاهد برمی داشتن و چاپ می کردن در نشریه مجاهد، من مقاله های در روزنامه خودم می نوشتم امرشاد، اونجا به دستورهای رجبی بخش میکردن، چاپ میکردن، این اعلامیه چاپ شده و برای خود من هم همون موقع آقای مسعود رجبی فرستاده، این اعلامیه الان مورد توجه نیست، اعلامیه که یعنی مصوبه شورای ملی مقاومت که تاکید داره
بر این که جریانی که داره مبارزه میکنه و دولتی که میخواد با موقت روی کار بیاد خردگرا و لایک هست و مذهب برش دخالتی نداره. بدین رو الان شما رنگ یک سه تا شرط هست. این سه تا شرط رو باید رعایت کنن مجاهدین خلق و در رو باز کنن خودشون هم بیان بیرون تا بتونی رژیم ساقط بشه. اگر نمیشه عزیزان من نمیشه. یکیش اینه که بایستی بدونید که پذیرش درصدی و نسبی اپوزیسیون هست. هیچ که نمیتونه بگه ما همشیم. نه. درصدی و نسبی است. این یک. دوم تأکید به لایک بودن جنبش و اون کنگره‌ای که باید تشکیل بشه. اون کنگره عظیم باید تشکیل بشه. شاهزاده رضا پهلوی درش باید حضور داشته باشه. مجاهدین خلق. شاهزاده رضا پهلوی خودش تنهایی نظام پادشاهی رو و هر چیز که خودش گفت جمهوری رو هر چی خودش تنهایی و همین دلیل رأیی که ایشون داره دیگه رأی نفر یه نفر نیست که بگیم یه نفر ایشون در کنار هم میشینن کنگره لایک سیتش رو و لایک بودنش رو تاکید میکنه بهش. از اون طرف هم همه جریاناتی میخوان توی کنگره شرکت کنن از جمله قوی ترین جنبش خارج از کشور و داخل تو داخل هم مجاهدین خیلی نفوذ دارن خیلی اینه که بایستی لایتیزه کنن خودشون رو. عربیزه میگیم لایک و لایسیته من در میارم برای این واژه لایتیزه لایک باید بکنن خودشون رو و این ظواهر دین اسلامی و یک سری مسائل اینا رو باید حذف کنن. تحول فرزندان شما الان داد تحول کردن و من به شما قول میدم این بچه هایی که اینقدر شجاعانه و گستاخانه از 40 سال پیش رفتن جلو گلوله بیش از 120 هزار نفر از اینا رو کشتن بیش از 120 این بچه های شجاع و دلیر شایستگی این دارن که برن در ایران در سرزمین خودشون دست به دست هم بدن همه با هم و ایران اینو بسازن. من از شاهزاده رضا پهلوی سپاسگزار هستم که این ژست بزرگ دیپلماسی خردگرا در نبرد با جمهوری اسلامی تو داخل بچه های یه نام دیپلماسی رعایت میکنن در خارج مینو این کنگره عظیم و یا کنفرانس و کمیسیون باید دوست بشه چهار تا دور هم بشینن یه پولی از چپ و راست بیاد 4 روز و بعد تعطیل بکنن کارساز نیست. نشست مجاهدین خلق با شاهزاده رضا پهلوی پایا پای فعلا تا بریم به مرحله بعدش برسیم. من امید دارم که ایران آزاد بشه. سیاوش اوستا از اون بالا صحبت میکنه و برای آزادی ایران بدون این که هیچ چشمی ویژه و خاص به یک حرکت و جنبشی داشته باشم من دارم میخواد که ایران آزاد بشه. آزادی ایران خواسته ماست. آزادی ایران با همبستگی و اتحاد قوی ترین نیروهای اپوزیسیون قلابی رو ول کنید. قوی ترین نیروها تبلیغات زیاد هم علی مجاهدین کردن. مجاهدین اگه 6 ماه تلویزیون ایران در دست داشته باشن میان نشون بدن تو این 40 سال چقدر از آدماشون کشتن و فلان اینا. جریان فرق ما اینقدر تحت تاثیر اینا قرار نگیرین که رژیم همه جا فرستاده آدم آقا اینا میان از آخوندان بچر میشه اینا. شاهزاده رضا پهلوی با این کارش دهن همه رو بست. پیروزی.